استاد گلپا، همونطور که مستحضر هستید، رفیقمون آقای مرتضی برجسته با شما تماس گرفتن از لس آنجلس برای خانم هایده که سنگ قبرشو میخوان عوض کنن. هایده و مهستی، خود اینها، خود خانم مهستی به من میگفت و آخر دیدارم با شما داشت در دبی، میگفتن که اونها شاگرد شما بودن واقعا، هر دوتا این بانوی بزرگوار. در این مورد نظرتون چی استاد؟ اینا هر دو شاگرد کلاس ما بودن و اسم کلاس هم کلاس موسیقی گام بود، روبروی سینمای چی بود؟ سینمای مهتاب. مهتاب میومدن کلاس و یه چادر نماز خالخال هم سرشون میکردن. ولی این چیز خیلی معتقد بود، این خانم هایده. بله بله و یک هنرمند یه صدای عجیبی داشت که باور کن اون اولی که اومد کلاس من صداش شنیدم اصلا ماتم بود. این چه صداییه؟ تنم هم میلرده. وقتی این یه برنامه رو در تلویزیون ما داشتیم با هم که وقتی اجرا میکردیم اون شعر مختلفی که شعرهای مختلفی که برای حضرت رضا اون چقدر معتقد، چقدر خوب. واقعا اون در موقعی هم که دفنش کردن، من آمریکا بودم، ما به سر قبرش هم رفتیم. اینا اشتباها یه اسمای اشتباهی هم کردن، قبرش هم نزدیک قبر مادرش دفنش کردن. اسمش هم به نام چیه، هایده و خدیجه دده‌بالا. بله اینا اونجا دفن کردن از نزدیک قبر چیزه موری مارو. بله. که تو همون دیوار نزدیک اینا دفنه. من رفتم اونجا با آقای کازوکی که تو همون شعرم میخوند با من. بله بله. خب خیلی نزدیک بودیم از نظر صدا. بله. چون قدرت صدای عجیبی داشت هایده، خوندن باهاش مشکل بود. اونم مرد. درست میفهمم. که مردم معمولا صدای باس دارن، خانمو صدای زیر دارن. خب میخون دیگه. و دیدین که اونجا چه صحبتایی هم میکرد. بله. ولی حیف. حیف این صدا دیگه ما نمیشنویم. البته من صدا رو دائم میشنوم چون نوارای اینا واقعا کار شده روش. اینا اومدن. ما باید از اون کسانی که موزیکا رو تنظیم کردن، آهنگ ساختن، اون آهنگ قشنگ آزاده من و آقای رعی معیری هم شعرش بود، شاهکار بود. بله. و اینا رو فراموش نکنیم. الان دیگه من کمتر میشنوم. بله. این شعر رو همینطور باید اینجا تشکرم بکنم از خانم همای میرافشار و که کمک کردن تو این کارا. بله بله. اومیرا یکی از ستاره‌های بی‌نظیر هستن. بله، اعتبار موسیقی ایران. بله. اعتبار وطنی که آقای تجویدی برای ساخت. پشیمانم. بله، پشیمانم. صبر و عطاپو. آقا کولو. بله. ولی ما از منظر من هیچ وقت فراموش نمی کنم این چند نفری که ما داشتیم، هنرمندای بزرگ دیگه ای داشتیم، اینا همه ستاره بودن. انشالله که شما ها کمک کنه اینا خاموش نشن. چرف. یعنی اون که از دست برمیاد برای این خانوم ها و آقایون و ما اینجا هم داشتیم به صداهای خیلی زیبا داشتیم که الان اون صدا رو ما کم میشنویم. بله بله. ولی هنوز جوان ها شاگردهایی که میان خونه ما، من میدونیم پول نمیگیرم از کسی. بله بله. اینجا ما همینطوری، یعنی میان خونه ما دربیشیه، میشینن کیف میکنن، زندگی میکنن. یه چیزایی ما اگه با بلد باشیم یادشو میدیم بدون ادعا. بله. نه با کسی اختلاف تا بیان چیزی. همه شون اینا برای من عزیزن. بله. و چیزی که میخوام از شما ببینید. بله بله. این بحث یه بحثیست که شما ها باید دوما بکنید. ما که نه سیاست نداریم نه بلدی، فقط بلدی کار هنری رو انجام بدید. ولی شما ها میتونین این ستاره ها رو حفظ کنید. اینقدر خوشحال شدم خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت ما خواهیم سارا یه نجشن تولد بگیریم برای خانم آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم. گفتم نگاه کن، اینا همه دارن میدونن دنبال این که
این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذرشیوا نباید باید این تنهایی حالا بعد همه دنبالش میگشتن، درود مثل پروانه به دوری میگشتن، درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره، این روزگاره، درود باشه. ما هم آرزه صمیمیت بکنیم، خدا کنه که سالم باشه، این سلامت خیلی زیبا، درود باشه، سلامت سیامت و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیر بغل اینا رو بگیرید. قربونتون، قربونتون برم، پاینده باش، در خدمت شما باشم استاد. بچه تا ببوش به خانمتم سلام برسن، امیدوارم که هر دوشون سالم و خوب و قشنگ باشن که ما بیم ببینیمشون. چشم برایتون هستیم، دلتنگتون استاد گلپا، میبوسمتون و درود هزاران ایرانی در سراسر جهان که همیشه به یاد شما هستن و همیشه براتون درود و سپاس دارن. شما ببینید یک ویدئوی کوچیک چند ثانیه‌ای از شما که دارین واکسن میزنین و بچه‌ها گرفتن برای ما فرستادن، تو دنیا در عرض 24 ساعت پخش شد. چقدر شما رو دوست دارن مردم، این باعث افتخار ماست. نه من از همه مردم تشکر میکنم، واقعا واقعا میگم خجالت زده هستم که هنوز اون وظیفه که دارم راجع به این جوانا انجام نشده. من کاری به اونا ندارم که میکنن یا نمیکنن یا هر کسی، من کارم اینه که اون وظیفه خودم رو انجام بدم که این کار بمونه یادگاری. ببینید یه دونه آهنگ من خوندم با هایده، همون آهنگ آزادم من خون، بله بله، و اون اجرا شد و چه اثری گذاشت. بله بله، میدونی چه اثری گذاشت که هنوز مردم یادشون هست و یادشون نرفته یه گروهی هم وجود داره. به عشق ما، عشق ایران، استاد گلپا سه عیار تاریخ معاصر ما داشت، تختی، فردین، گلپا، تختی در کشتی و ورزش، فردین در سینما و استاد گلپا نام‌آور آواز و موسیقی ایران در جهان. اینا فراموش نشده هستن. بله. من واقعا میگم فراموش نشده هستن. من وقتی یاد اینا میافتم مو به تنم سیخ میشه. آخه چه هنرمندایی، چه معرفتی، چه کشتی‌گیرایی، چه انسانایی. اینا عشق ما هستن. بله. یعنی دیگه حالا 4 روز بیشتر من عمر کنم یا 4 روز کمتر، اون برای من مهم نیست. من مهم اینه که رفیق تختی بودم. بله. میدونی این مهمه، یک انسان بی‌نظیر به خودشو فدا کرد. بله. امیدوارم که همه یاد بگیره، اینا رو بذارن سرمغز. ما ایرانی هستیم. ما این فرهنگو داریم. بله. استاد گلپا صحبت میگم صحبت فردین شد، یه نکته‌ای که تا حالا یادم نبوده بود بهتون بگم، تو این سالها بگم، یه بار که به فردین تلفن کردم من دیدم صدای شما داره میاد اونجا، فکر کردم شما خودتون اونجا هستین محفل دارین میخونین، گفتم که آی فردین استاد گلپا اونجا تشریف، گفت گلپا کجا؟ اینجا؟ گفت تو قلب منه، من یه روز اکبر رو گوش نکنم نمیتونم شب کنم اون روز رو. خیلی ممنونم برسان، خیلی تفکر که صدای این بزرگانی که تو هر رشته برای ما الگو هستن به گوش مردم برسونید، اطاعتم که بدونین چه کسانی وجود داشتن. بله واقعا، چه هنرمندان. بله واقعا استاد، واقعا استاد گلپا سپاسگزار مهرتون هست. برادرتون هم ببوسید، خیلی متشکرم، قربونتون برم، پاینده باشین استاد، با بوسه و مهر. خدا حافظ. من تو را آسان نیاوردم به دست، خیلی خیلی خوشحالم. منم همینطور استاد. شما خدا حافظ. با بوسه و مهر، بدرود استاد گلپای عزیزم، قربان شما، قربونتون برم، I love you. مهر. خدا خدا.